سلام میکنم خدمت بینندگان کانال جدید. ایرج رضایی هستم به همراه همکارم سحر آزاد، با شما هستیم با یکی از برنامه های نگاه روز. برنامه نگاه روز اختصاص داره به شبه فتنه 88 و اختلافات حکومتی. اختلافات و دعوای حاد حکومتی پیرامون فتنه 88 شدت گرفته. در آستانه سالگرد اعتراضات در 5 و 6 دی ماه 88 هستیم. در این روزا چه اتفاقی افتاد؟ در سال 88 رژیم در چه وضعیتی بود؟ جنبش سرنگونی طلب چه اوضاعی داشت؟ پیرامون این موضوع ها گفتگوی داریم با مصطفی صابر، مهمان برنامه این هفته. مصطفی صابر، برنامه نگاه روز خوش آمدین. به شما سلام میگم و ببینندگان عزیز همینطور. مصطفی صابر، قبل از اینکه بپردازیم به اختلافات داخل رژیم درون حکومتی، اجازه بدیم وارد این سوال بشیم که در اصل روزهای 5 و 6 دی 88 چه اتفاقی افتاد؟ خب اون روزا، یعنی به خصوص روز 6 دی که روز عاشورا بود، در واقع مردم تا مرز به اصطلاح درآوردن تهران از دست نیروهای انتظامی پیش رفتن، نیروهای انتظامی رو شکست دادن، فراری دادن، الان ویدیوهاش هست هنوز و به اصطلاح بعدن خود مقامات رژیم گفتن که 5-6 نقطه بود که دست مردم بود، اگر اینا به هم وصل می شد تهران از دست اینا در می آوردن و این اوج حرکت و جنبش و انقلابی بود که مردم از خرداد 88 شروع کرده بودن و توی به اصطلاح 6 دی دیگه به اوج خودش رسید. از قبلش صحبت های این بود که بریم تلویزیون رو بگیریم و بریم مراکز دولتی رو بگیریم و اینا، و اون روز 6 دی مردم کاملا به این نزدیک شدن که نیرو انتظامی رو از جلو پای خودشون بردارن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه این جنبش رهبری درستی نداشت و دقیقا به دلیل اینکه یه افق چه میدونم موسویچی کروبیچی داشت که میخواستن برن قانون اساسی دوره خمینی رو بیارن و میخواستن نظام رو حفظ کنن، یه همچه افقی برش حاکم بود. خلاصه این حرکت و این جنبش و این انقلاب نتونست اون روز ضربه قاطع و نهایی رو به جمهوری اسلامی بزنه و بعد از 6 دی دیگه رژیم خودش رو جمع جور کرد و سرکوب کرد شدیدتر و این جنبش رو به شکست کشون. من همونجور که اشاره کردیم رژیم نگران در از سرنگونی خودش بود. در این میان ماجرای حماسه 9 دی در از چی بود و چرا خامنه این روز را در از حماسه 9 دی نامید؟ خب حماسه 9 دی چیزی که اونا بهش میگن، در اینا خیلی، یعنی از همون خرداد 88 که 3 میلیون آدم اومد بیرون و تظاهرات کرد و اینا دائما سرکوب میکردن و دائما میبردن کهریزک و هزار جور جنایت خرج دادن و مدار تو خیابون کشتن و سهرابا و اینا و نتونستن این حرکت رو جلوشو بگیرن و سرکوب بکنن. همونطور که گفتم 6 دی روز عاشورا هم این به اوج خودش رسید و اینا از اون روز سعی کردن خودشون رو جمع جور بکنن و دیدن که دیگه به مرحله نهایی رسیده و ممکنه این جنبش و این حرکت نظامشون رو ساقط بکنه، سعی کردن خودشون رو جمع جور بکنن و تهاجم جدید رو در دستور قرار بدن و حماسه هم نبود اینجوری که اینا میگن. خب اینا سعی میکنن اینجوری جلوش بدن، 40-50 هزار نفر، 60 هزار نفر حد اکثر تونسته بودن تو میدون انقلاب جمع بکنن و تازه بعد از اونم یک سال هنوز اعتراضات و مبارزات ادامه داشت. حتی موسوی و کروبی هم نتونستن تا بعد از یک سالش به اصطلاح حبس بکنن و حبس بکنن و اینا، یعنی جرات نداشتن چون هم بهشون هم احتیاج داشتن و هیچ بحث حماسه و اینا نبود و اینا سعی میکنن که به این ترتیب یه جوری جلوه بدن که گویا اگر تونستن انقلاب 88 رو سرکوب بکنن یه جنبش توده‌ای با اینا بود که اومد وایساد مقابل اون حرکت، حالا که اینجوری نیست. یه مش ساندیسخور و کسایی که با هزار زحمت و پول و با اتوبوس از جاهای دیگه آورده بودن، میگم یه چند هزار نفر رو جمع کردن توی
میدون انقلاب اسمش گذاشتن حماسه نوهده و هیچ چیز میگم هیچ جایگاهی نداره در واقع در روند واقعی اوضاع. روند واقعی اوضاع این بود که اینا دست به سرکوب و جنایت و حمله همه جانبه زدن به مردم و این واقعیت که مردم رهبری نداشتن که اون حرکت رو به پیروزی برسونه، اینا فاکتورهای اصلی بودن، سرکوب رژیم و عدم رهبری در اون حرکت. حماسه نوده یه مسخره و مسخکی است که اینا دست میگیرن. بله، اختلافات باندهای حکومتی سر این مسئله جدی تر شده. خودتونم اشاره کردیم به در از موسوی و کروبی گرفته تا مواضع رفسنجانی و روحانی، کلا برخورد جناح‌های حکومتی به این موضوع رو چجوری ارزیابی می‌کنی؟ خب این روزا این موضوع دوباره داغ شده و خیلی هم خودشون مطرحش می‌کنن. این جالبه، برای مثال فرض کنید اومدن نمیدونم یه دائره المعارف فتنه 88 چاپ کردن در 9 جلد که فتنه رو بررسی کردن، نم فتنه شناسی و خلاصه خیلی شلوغش کردن. نماز جمعه گذاشتن تو نماز جمعه ها، به اصطلاح این امامای جمعه اومدن همه علیه فتنه 88 صحبت کردن. منتها تو این قضیه نکته‌ای که برجسته است اینه که دارن سعی میکنن هاشمی رو بزنن، هاشمی رفسنجانی و خاتمی رو بزنن. یه مقدار مثلا بحث میکنن، میگن که اونایی که تو خیابون بودن یه بحث، اونایی که جلوی صحنه بودن منظورشون موسوی کروبی یه بحث، ولی اونایی که متفکرین و خط دهندگان پشت این بودن اونا اصله و بیشتر دارن به سمت هاشمی و خامنه‌ای خاتمی مذرد میخوام نشانه میرن و اینم به نظرم بیشتر از هر چیز محصول شرایط فعلیه که این بالاخره رژیم در بنبست‌های گوناگونه و داره سعی میکنه که با غرب کنار بیا و خودش از این محلکه مقداری بیرون بکشه و نگرانه که تو این فضا خط رفسنجانی و خط خاتمی و اینا تقویت بشه، اون یکی جنا، و به این ترتیب داره جلوی اون رو میگیره و سعی میکنه جلوی اون رو بگیره. بله، اشاره کردین که میخوان در اصل رفسنجانی بزنن و یکی از هدفاشون زدن جناح رفسنجانی و در اصل دولت روحانیه. جدیداً سعیدی، حدادی عادل و رسایی سخنان تندی بر علیه این ایجاد کنندگان فتنه 88 زدن و کلن صحبت از اعدام مسئولین و باعثان فتنه 88. فکر میکنین در از خامنه ای چه نقشی در به خط کردن مخالفان دولت روحانی داره؟ به نظر من خامنه ای میخواد توازن قوا رو حفظ کنه. خامنه ای همیشه اینجوری زندگی کرده، بعد از این هم اینجوری زندگی خواهد کرد و سعی میکنه که به اصطلاح با این کارا و از جمله کارهای دیگه، مثلا فرض کنید شما قبلا هم صحبت کردیم توی این برنامه، رفسنجانی میره کرمان، یه عده آدم ویژه میفرستن که تو سخنرانی سر صدا کنه، یعنی رفسنجانی بفهمه که اگر میره تو کرمان حرفی بزنه که موافق طبع موافق میل آقا نباشه و طبع میل ایشون نباشه، اینا میان سخنرانیش رو هم میزنن، یا به اصطلاح شمشیر دستگیری بچه ها و محاکمه کردن بچه هاشو پالا سرش نگه میدارن. اینا اینجوری با هم حرف میزنن، اینا اینجوری با هم دیالوگ میکنن، اینا اینجوری با هم دیگه حساباشون رو تصفیه میکنن. این قضیه فتنه 88 و این صحبت های نمیدونم حداد عادل و سعیدی و اینها و حتی صحبت تهدید اعدام و این حرف ها فقط واسه اینه که به اینا بگن سر جاتون بشینید، زیاد پررویی نکنید، به قول اینا سعیدی گفته بود بهشون، تا ما کارمونو بکنیم. یعنی این اینا من فکر می‌کنم خامنه‌ای کاملا توی جریان هست و خامنه‌ای با این روش‌ها در واقع توازن و تعادل حفظ می‌کنه، به اون یکی جناح یه مقداری میدون میده تا این یکی جناح رو مهار بکنه و مجموعاً یه خط خودش رو پیش ببره و خط خودش هم فعلاً عبارت از اینه که این مثلا روحانی رو مهار شده جلو ببره تا بلکه بتونه تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و انزوای بین‌المللی که باش دوچار هست اون مقدار تخفیف بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو نگه داره. این تلاش رو
پوشش خامنه ای هست این وسط. در آخرین سوال من اینه که با پیام شما به مردم در این شرایط که اوضاع اختلافات درونی رژیم بالا گرفته چی هستش؟ چه پیام و چه در اصل صحبتی داریم بر؟ خب واضحه مردم تو این وسط، مردم هم باید کار خودشونه بکنن. خیلی روشنه که اینا همه تلاش و تقلا و کوشش اینها واسه بقای خودشونه، واسه حفظ وضعیت خودشونه، واسه حفظ نظام خودشونه، واسه دربردن جمهوری اسلامیه و قربانی این وضعیت مردم هن. این مردم هن که زیر بار فشار تحریم ها و به صلاح ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی دارن له میشن. این مردم هن که باید تاوان این همه اعدامو بدن، این مردم هن که باید تاوان اختناق و سرکوب بدن، این مردم هن که باید چماق حجاب تو سرشون باشه و هر روز زنها رو مورد تعرض و توهین و تعقیب قرار بدن، این مردم هن که باید زندانی سیاسی بدن. در نتیجه مردم تو این وسط خب باید برن امر خودشون رو پیش ببرن، باید متحد شد، باید متشکل شد، باید اعتراضات رو گسترش داد، اعتراض واسه دستمزد، اعتراض علیه فقر و فلاکت، اعتراض علیه محیط زیستی و شرایط دیگه، دیگه نمیشه نفس هم کشید تو اون مملکت، اعتراض تو دانشگاه ها، اعتراض معلم ها، اعتراض زن ها، اینا همه رو باید گسترش داد، متحد شد، متشکل شد و این جمهوری اسلامی از جلو پا برداشت. بحث مردم و کاری که مردم باید بکنن همونیه که تو سال 88 تلاش کردن، متاسفانه رهبری درستی وجود نداشت. این بار باید با رهبری و سازمان درست به میدون بیان و جمهوری اسلامی از سر راهشون بردارن. من تشکر میکنم از شما مصطفی صابر برای شرکتتون در برنامه نگاه روز. خیلی متشکرم. بله بینندگان عزیز، این هم بود یکی دیگر برنامه نگاه روز. شب روز خوش را به همراه همکارم سحر آزاد برای شما آرزومندیم.